از دید ما جمهوری اسلامی صلاحیت عضویت در سازمان جهانی هوانوردی رو نداره و به محض اینکه این پرونده به ایکائو بره ما قطعا کمپین هایی رو آغاز خواهیم کرد که تنبیهات لازم برای جمهوری اسلامی در نظر گرفته بشه تا مجبور به گفتن حقیقت بشه. حامد اسماعیلیون، دبیر و سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 هواپیمای اوکراینی که در این حادثه همسر و فرزند خودشون را از دست دادن، همراه ما هستند. آقای اسماعیلیون، در دومین سالگرد این فاجعه، خواسته‌های خانواده‌های قربانیان از دادگاه بین‌المللی و دولت کانادا چیست؟ چند خواسته خیلی مشخص ما داریم از دولت‌های درگیر، به خصوص دولت کانادا. ابتدا ارجاع این پرونده هر چه سریع‌تر به سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی است. دو، باز کردن پرونده جنایی در کانادا و یا کمک به پرونده جنایی که در اوکراین در این مورد تشکیل شده. خواسته‌های دیگه‌ای که داریم قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستیه و همچنین قرار دادن تحریم‌های هدفدار و مقامات جمهوری اسلامی و کسانی که در این جنایت نقش داشتن. بعد از اظهارات اخیر دولت اوکراین مبنی بر آمدانه بودن شلیک به هواپیما، در طی فراخوانی شما افرادی رو که به نوعی شاهد عینی ماجرا بودن به شهادت دعوت کردین. آیا کسی تا به حال دعوت شما رو قبول کرده؟ ببینید، در دو سال گذشته افراد زیادی با ما تماس گرفتند که اطلاعاتی دارند و ما کارشناس این امر نیستیم که بتونیم تشخیص بدیم که آیا اطلاعاتی که این افراد دارن اطلاعات درستی هست یا نیست. ما بارها از پلیس فدرال کانادا خواهش کردیم که در این مورد به ما کمک بکنه، ولی با این حال اطلاعاتی بوده که ما در گزارشی که روز 24 نوامبر تقریبا یک ماه و نیم پیش منتشر کردیم ازشون استفاده کردیم، اون مواردی رو که فکر میکردیم به درد ما بخوره و به هر جهت هنوز این پرونده به شاهدانی نیاز داره که اطلاعات دقیقی داشته باشن از جلساتی که تشکیل شده و از تصمیماتی که گرفته شده و امیدواریم یک روز این افراد جلو بیان و در این مورد حرف بزنند. با انتخاب ابراهیم رئیسی در سال گذشته به عنوان رئیس جمهور ایران، چه تغییری در روند رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی ایجاد شد؟ به نظر ما ابراهیم رئیسی خودش جز متهمین این پرونده است. ابراهیم رئیسی در شب 18 دی ماه جزء اعضای شورای عالی امنیت ملی بوده و به اثبات رسیده که شورای عالی امنیت ملی نهادی بوده که در آن شب تصمیم میگیره آسمان تهران رو باز نگه داره، که ما گمان میکنیم به علت سفر انسانی قرار دادن مسافران بیگناه هواپیماها بوده. بعد از اینکه این فاجعه، این جنایت اتفاق میفته، همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بوده و این پرونده رو به دادسرای نظامی میسپره و در 18 ماهی که تا به عنوان رئیس جمهور علی خامنه ای انتخاب بشه، که ایشون رئیس قوه قضاییه بوده ابراهیم رئیسی، و تمام قدرتش رو به کار گرفته برای اینکه حقیقت مشخص نشه و برای اینکه خانواده هایی که در ایران شکایت کردن نتونن به خواسته هاشون برای عدالت برسن. آیا ضرب العجلی که 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در مورد این پرونده تعیین کردن برای ایران تعهد حقوقی ایجاد میکنه؟ این پرونده اگر به سازمان جهانی هوانوردی بره بعد از این ضرب العجل، در واقع اتفاق جدیدی در دنیای هوانوردی هست، چون برای اولین بار خواهد بود که پرونده سرنگون کردن یک هواپیما در 76 سال گذشته به سازمان جهانی هوانوردی ارجاع میشه. در نتیجه خیلی قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی در سازمان جهانی هوانوردی میفته. مجموعه ای از خواسته ها رو دولت ها اعلام کردن که جمهوری اسلامی باید بهشون پاسخ بده و مهمترین اون به زعم ما گفتن حقیقت هست. چه اتفاقی افتاد؟ چه کسانی مسئول بودن؟ بخشش اینه که چیکار کردن که دوباره این جنایت شبیه به این رو مرتکب نشن؟ اینها همه باید پاسخ داده بشه. آیا همچنان از طرف جمهوری اسلامی فشار و تلاش برای تطمیع خانواده های قربانیان وجود داره؟ در 2 سال گذشته جمهوری اسلامی به انهای مختلف تلاش کرده خانواده ها رو به گرفتن غرامت مجبور بکنه، ولی اکثریت قریب به اتفاق خانواده ها به غرامت نگفتند
و تا اونجا که من میدونم به خصوص در زمان سالگرد این فشارها تشدید پیدا میکنه، به سراغ خانواده ها میرند که مجبورشون بکنند غرامت رو بپذیرند و در اون سندی رو که خانواده رو مجبور میکنن امضا بکنن تمام حقوق اونها در شکایت های حقوقی و جنایی گرفته خواهد شد. خانواده ها اکثریت به این فشارها نگفتند و غرامت براشون مسئله اصلی نیست، حقیقت و عدالت برای خانواده ها مسئله اصلی است.